کمتر از یک سال پیش، زمانی که یک بمب‌افکن روسی هدف حمله یک جنگنده ترکیه قرار گرفت و سقوط کرد، روابط میان مسکو و آنکارا به دشمنی گرایید. پوتین مقامات ترکیه را با سخنان تندی مورد خطاب قرار داد. حادثه امروز خنجری است که همدستان تروریست ها از پشت به ما زدند. آنچه را که امروز اتفاق افتاد با هیچ چیزی نمیتوانم مقایسه کنم. اما در تاریخ هفتم تیر ماه سال جاری، با اظهار تأسف اردوغان از این رویداد، تنش میان دو کشور فرو خوابید. مسکو تحریم های خود علیه ترکیه در زمینه گردشگری را لغو کرد. اقتصاد ترکیه با از دست دادن 93% درآمد از گردشگران روسی نسبت به سال پیش از آن ضربه بزرگی خورده بود. در پی برخورد شدید دولت ترکیه با متهمان کودتای نافرجام 25 تیر، تنش میان این کشور با غرب نیز بالا گرفت. 19 مرداد رجب طیب اردوغان با بازدید رسمی از سن پترزبورگ گامی عملی در نزدیک شدن دو کشور برداشت. این در حالی بود که روابط ترکیه با اروپای غربی هم بر سر مسئله پناهجویان و نیز سرکوب کودتاچیان ترکیه مغشوش شده بود. پوتین یکی از نخستین رهبرانی بود که با اردوغان تماس گرفت و پشتیبانی بیقید و شرط خود را از دولت منتخب و مشروع ترکیه در برابر کودتاچیان اعلام کرد. ترکیه و روسیه در راستای عملگرایی بیشتر تصمیم گرفتند حجم تبادلات اقتصادی خود را تا 100 میلیارد دلار در سال افزایش دهند. اما تنها تحریکی در این مسیر پیشرفت داشت ادامه پروژه نخستین نیروگاه هسته‌ای ترکیه در آکایو به دست روسیه بود. هزینه راه اندازی نیروگاه در جنوب ترکیه به 18 میلیارد یورو میرسد. هدف از این طرح بلند پروازانه رساندن ترکیه به مرحله خودکفایی در زمینه انرژی است. دو کشور همچنین قصد دارند پروژه خط لوله گاز ترکیش استریم که قرار است حجم معادل سالانه 31.5 میلیارد متر مکعب گاز روسیه را از طریق دریای سیاه به اروپا برساند به پیش ببرند. مسکو و آنکارا در پرونده سوریه اما مواضع کاملا متفاوتی دارند. روسیه متحد اصلی رژیم بشار اسد است، در حالی که ترکیه از شورشیانی که در پی سرنگونی اسد هستند پشتیبانی می‌کند.